فصل 25 اصرار ماتیو برای تهیه لباس آستین در آن ده دقیقه خیلی به متیو سخت گذشت او در تاریک و روشن یکی از بد از سرد ماه دسام به آشپزخانه آمده و روی یک صندوق چوبی نشسته بود تا پوتینهایش را در بیاورد. اما نمیدانست آنی و گروهی از همکلاسیهایش مشغول تمرین نمایش ملکه پریهایند. همان موقع در حالی که میخندیدند و با هم حرف میزدند وارد آشپزخانه شدند اما ماتیو را ندیدند چون او در حالی که در یک دستش پوتین و در دست دیگرش پاشنکش بود با خجالت خودش را در تاریکی پشت صندوق پنهان کرد و در طول همان ده دقیقه که گفتیم آنها را که کلاه و هایشان را میپوشیدند و درباره نمایش و کنسرت حرف میزدند تماشا کرد آنی مانند بقیه با چشمانی درخشان و چهرهی بشاش میان دخترهای ای ایستاده بود. متیو ناگهان احساس کرد بین آنی و هم هایش تفاوتی وجود دارد. آنچه او را نگران می کرد آن بود که احساس می آن تفاوت که نباید وجود داشته باشد. آنی چهرهی گشاده تر، چشمهایی درشتر از بقیه داشت و اندامش نیز دریفتر بود. آن ویژگی ها حتی از نگاه خجول متیو هم پنهان نمی ماند. اما آنچه او را آزار می هیچ یک از آن مسائل نبود. پس چه می توانست باشد؟ آن قضیه ذهن متیو را به خودش مشغول کرد و حتی بعد از آن که دخترک ها دست در دست هم از راه باریکه یخزده به طرف خانه هایشان رفتن و آنی مشغول درس خواندن شد هنوز پیرمرد را رها نکرد. او نمیتوانست سوالش را با ماریلا در میان بگذارد چون مطمئن بود او قرقر کنان جواب خواهد داد که تنها تفاوت آنی با بقیه دخترها این است که بقیه گاهی اوقات به زبانشان استراحت میدهند در حالی که آنی اینطور نیست و آن حرفها هیچ کمکی به متیو نمی کرد. هرچه متیو بیشتر فکر می کرد بیشتر متقاعد می شد که آنی هرگز البته از زمانی که به گرین گیبلز آمده بود مثل بقیه لباس نپوشیده بود. ماریلا همیشه برای او پیراهنهای ساده و تیره رنگی می دخت که هایشان هیچ فرقی با هم نداشتند. اگر ماتیو می دانست چیزی به اسم مدل لباس وجود دارد شاید زودتر به این فکر می افتاد. اما به هر حال مطمئن شده بود که آستینهای لباسهای آنی مثل آستین لباسهای بقیه دخترها نبود. او یک بار دیگر به یاد دخترهایی افتاد که آن روز بعد از ظهر که نرانی دیده بود لباس های همه آنها رنگ های شادی مثل قرمز، آبی، صورتی و سفید داشتند متیو تعجب میکرد که چرا ماریلا همیشه از پاچه های ساده و رنگهای ملایم استفاده میکند البته حتما کار درست هم همین بود و ماریلا بهتر میدانست ماریلا مسئول تربیت کردن دخترک بود و احتمالا انگیزه مفید و عاقلانه ای پشت آن کار پنهان بود ولی مسلما ضرری نداشت که آنی هم یک پیراهن قشنگ داشته باشد یکی مثل همانهایی که همیشه دایانا بری می پوشید. متیو تصمیم گرفت چنین لباسی را برایش بخرد و مطمئن بود که آن کار به خالت در تربیت دخترک محسوب نمی شود. دو هفته بعد کریسمس بود و یک پیراهن جدید و زیبا هدیه خوبی به نظر می آمد. متیو از سر رضایت آهی کشید، پیپش را کنار گذاشت و به رخت خواب رفت. در حالی که ماریلا درخور از پیپ کشیدن او همه درها و پنجره ها را باز کرده بود تا هوا عوض شود. اصر روز بعد متیو برای خرید پیراهن به کار مدی رفت و تصمیم گرفت همه مشکلات انجام دادن آن کار را به جان بخرد. او مطمئن بود آزمایش بزرگی پیش رو دارد برای خرید بعضی چیزها ماتیو میتوانست خودش تصمیم بگیرد اما واضح بود که برای خرید یک پیراهن دخترانه باید منتظر دخالت فروشنده ها میشد ماتیو بالاخره بعد از چند بار سبک سنگین کردن قضیه تصمیم گرفت به جای فروشگاه ویلیام بلر به فروشگاه ساموئل لوسن برود ها همیشه به فروشگاه ویلیام بلر میرفتند و آن کار را تقریبا مثل رفتن به کلیسا و رأی دادن به محافظ کارها برای خودشان واجب می دنستند. اما معمولا دخترهای ویلیام بلر فروشگاه را اداره می کردن و متیو به شدت از آنها دوری می کرد. در واقع او فقط زمانی جرأت روبرو شدن با آنها را داشت که دقیقا بداند چه می خواهد و همان را درخواست کند. اما در چنین وضعیتی که نیاز به توضیح و مشورت داشت احساس می کرد لازم است حتما یک مرد به کمکش بیاید. پس تصمیم گرفت به فروشگاه ساموئل برود چون آنجا را همیشه ساموئل و پسرش اداره می کردن. اما متاسفانه متیو می دانست که ساموئل پس از گسترش دادن کارش یک کارمند زن هم استخدام کرده است. آن دختر جوان و جسور با چشمهای قهوهی درشت گشاده رو پرجنب و جوش و دارای لبخندی مپود کننده به پهنای صورتش خواهرزاده همسر سموئل بود او لباسهای شیکی میپوشید و تعداد زیادی علنگو به دست داشت که با کوچکترین حرکت دستش سر و صدا میکردند و برق میزدند متیو با دیدن دختر جوان حسابی گید شد و برق علنگوها هوش از سرش پراند دوشیزه اوسیل حریز هر دو دستش را آهسته روی پیشخان کوبید و با خوشرویی پرسید می توانم به شما کمک کنم آقای کاتبرد متیو با لکنت گفت خب خب راستش یک 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 یک, یک،, یک می خانم هریس جا خورد چون برایش کمی عجیب بود وسط ماه دسام یک نفر شنکش بخرد او گفت فکر می کنم یکی دوتا مانده باشد. اما طبقه بالا در انبار چوب هاست و الان می روم و می آورم. در نبود او متیو جبله هایش را برای تقاضای بعدی آماده کرد. خانم هریس با شنکش برگشت و با چهره ای بحشاش پرسید. چیز دیگری هم می خواهید آقای کاتبرت؟ متیو همه جرأتش را یک جا جمع کرد و گفت راستش میخواستم تصمیم داشتم بگیرم ببینم یعنی کمی به بعض یونجه میخواستم خانم هریس شنیده بود که متیو کاتبرد کمی عجیب و غریب است اما دیگر مطمئن شد که او کاملا دیوانه است او پاسخ داد ما فقط در بهار بعض یونجه میآوریم و الان چیزی نداریم بله بله حق با شماست متیو پس از گفتن آن جمله شنکش را برداشت و بیقرار به طرف در رفت اما جلوی در آمد که پول نداده است و به ناچار دوباره برگشت همانطور که خانم حریس مشغول شمردن پول ها بود متیو همه قدرتش را جمع کرد تا برای آخرین بار تلاشش را بکند او گفت خب راستش اگر اشکالی ندارد یعنی راستش را بخواهید من دنبال یک مقدار شکر میگردم خانم هری صبورانه پرسید سفید یا قهوهای متیو با صدای ضعیف گفت خب راستش قهوه‌ای. یک بشکه آنجا هست ما فقط همان یک نو را داریم خانم هریس هنگام گفتن آن جمله با دستش به جای اشاره کرد و صدای جیرینگ جیرینگ علنگوهایش بلند شد. ماتیو در حالی که دانه های عرق روی پیشانیش برق می زدن گفت لطفا لطفا بیست پوند از آن بدهید. متیو پس از طی کردن نیمی از راه خانه کم کم به حالت عادی برگشت. تجربه وحشتناکی بود. اما احساس میکرد خوب از احدهش برآمده است. چون به هر حال موفق شده بود از یک فروشگاه جدید خرید کند. وقتی به خانه رسید، شنکش را در اتاقک که ابزار گذاشت و شکر را به ماریلا داد. ماریلا شگفت زده گفت شکر قهوه چرا این همه خریده ای؟ خودت میدانی که من از این شکر فقط برای درست کردنم که که سیاه یا حلیم کارگرها استفاده میکنم. ولی جری رفته و من هم کیکم را خیلی وقتی که درست کردم. در زم شکر خوبی هم نیست. ویلیام بلر معمولا از این شکرها نمی آورد. متیو برای آن که جوابی داده باشد گفت ب... من ب... ما فکر کردم بد نیست کمی در خانه داشته باشیم او یک بار دیگر مسئله را بررسی کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که انجام آن کار را باید به یک زن بسپارد متیو نمی توانست به ماریلا چیزی بگوید چون احساس می کرد اون به محض شنیدن آن موضوع سعی می کند او را از تصمیمش منصرف کند. به جز خانم لیند هیچ زن دیگری در اولین نبود که پیر مرد جرأت حرف زدن با او را داشته باشد. به همین دلیل سراغ خانم لین رفت و آن زن خوشقلب فوری آن مسئولیت سنگین را از دوش متیو برداشت. انتخاب یک پیراهن برای آنی؟ چشم حتما فردا به کارمادی میروم و این کار را انجام میدهم خودت چیز خاصی در نظر نداری نه بسیار خوب بس به سلیقه خودم میخرم فکر کنم رنگ قهوه ای به آنی بیاید ویلیام بلر چند مدل پارچه ابریشمی جدید آورده شاید بهتر باشد اندازه هایش را هم خودم میزان کنم چون اگر ماریلا بخواهد این کار را انجام بدهد ممکن است آنی ببیند و هدیهت بیمزه شود بله خودم این کار را میکنم اصلا زحمتی ندارد من خیاطی کردن رو دوست دارم پیراهن رو اندازه خواهرزاده هم جنی گلیس می دوزم. چون هیکل او و آنی مثل هم است <applause> متیو گفت خب راستش من واقعا ممنونم درست نمیدانم ولی فکر می کنم الان آسین ها را به شکل جدیدی می دوزن. اگر اشکالی ندارد من،, من, دوست دارم مدل آسین های این پیراهن هم جدید باشد آستین پوفی؟ البته نگران این مورد نباش ماتیو پیراهن آنی را از جدیدترین مدل انتخاب میکنم خانم لین پس از رفتن متیو با خودش گفت واقعا باعث خوشحالی است که قرار است اون بچه بیچاره یک بار هم که شده لباس درست حسابی بپوشد لباسایی که ماریلا برایش میدوزد واقعا مسخره اند من ده ها بار این موضوع را رک و پوسکنده به او گفتم اما ماریلا گوشش بدهکار این حرفان نیست فکر می کند بچه بزرگ کردن را بهتر از من بلد است. همه آنهایی که بچه دارند میدانند که با هر بچه ای باید به روش خاصی رفتار کرد. اما آنها چون تا به حال بچه بزرگ نکردن فکر میکنند این کار مثل درخت کاشتن است. فقط درخت را بکارن بعد آن را به آب و آفتاب سپارند. <applause> انسان از گوشت خون است و با این فرمول ها نمی شود بزرگش کرد. ولی ماریلا متوجه نیست. حدس میزنم ماریلا میخواهد با پوشاندن این لباس ها به دخترک فروتنی و تواضع یاد بدهد اما این کار فقط باعث قبطه خوردن و نارضایتی او میشود مطمئنم آنیت متوجه تفاوت لباس های خودش با بقیه دخترها میشود فکرش را بکن متیو متوجه این قضیه شده مثل اینکه این مرد بعد از شصت سال خوابیدن بالاخره بیدار شده ماریلا در طول آن دو هفته که به کریسمس مانده بود میدانست چیزی ذهن متیو را مشغول کرده است اما نمیتوانست حدس بزند تا اینکه شب کریسمس خانم لین پیراهن جدید را آورد ماریلا به طور کلی با قضیه برخورد خوبی داشت البته توضیحات خانم لیند او را چندان قانع نکرد او گفت که کار دوخت و دوز پیراهن را به عهده گرفته چون متیو میترسیده اگر این کار را به ماریلا بسپارد ممکن است آنی زودتر از موعد از قضیه بو ببرد ماریلا با لحن خشک اما خون سرد گفت پس بگو چرا دو هفته است متیو مشکوک به نظر میآید و بیجهت لبخند میزند میدانستم قرار است کار احمقانه ای از او سر بزند به هر حال باید بگویم به نظر من آنی نیازی به پیراهن ندارد من پاییز امسال سه پیراهن خوب و گرم و مناسب برایش دوختم و بیشتر از این ولخرجی محسوب می شود. این آسینهای های جدید هم که به اندازه یک پیراهن پارچه مصرف می کند. تو آنی را لوس می کنی متیو. او همین الان هم زیادی به خودش می نازد. به هر حال امیدوارم این هدیه بالاخره او را راضی کند چون از وقتی این آسین های مسخره مد شدن او هم دلش چنین چیزی میخواست. البته یک بار بیشتر حرفش را نزد. پوف یاستین ها هم روز به روز دارد بیشتر و مسخره تر می شود و الان فرقی با بادکنک ندارد احتمالا سال بعد هر کس چنین لباسی بپوشد مجبور است به پهلو از در وارد شود صبح روز کریسمس زمین سفید پوش و زیبا بود هوای معتدل ماه دسام باعث شده بود مردم انتظار کریسمس سبز را داشته باشند اما شب قبل آنقدر برف باریده بود که چهره اولی را کاملا تغییر داده بود آنی از پنجره یخ بسته اتاقش با خوشحالی به بیرون نگاه کرد. کاچهای جنگل جل جن زده از دور به شکل برگ های بزرگ دیده میشدند. دور تا دور شاخه های درختان گیلاس خطی سفید کشیده شده بود و برف گودال های زمین های شخم زده را پر کرده بود. هوا نیز آکنده از رایحه تند و دلپذیر بود. آنی آوازخانان از پله ها پایین دوید و صدایش در گرین بولز پیچید. کیسماس مبارک ماریلا کیسمس مبارک ماتیو، چه کیسماس قشنگی است خیلی خوشحالم که همه جا سفید شده فقط کیسماس سفید واقعی به نظر میرسد اینطور نیست من کیسماس های سبز رو دوست ندارم در واقع آنها هم سبز نیستن فقط رنگ قهوه یا خاکستری دارن پس چرا می گویم سبز؟ این این ماتیو این برای من است آه ماتیو متیو کاغذکادو را باز کرد و همانطور که پیراهن را بیرون می آورد نگاه شرم زده ای به ماریلا انداخت که مغرورانه وانمود می کرد در حال پر کردن قوری است اما از گوشه چشم با هیجان آن صحنه را نگاه می کرد. آنی پیراهن را گرفت و در سکوتی آمیخته به احترام تماشایش کرد. چقدر زیبا بود. لباسی از پارچه ابریشمی به رنگ قهوه‌ای روشن، دامنی توتوزی شده که در قسمت کمر طبق آخرین مد استادان چین داده شده بود و یقه ظریف و چینداری که دور گردن را می پوشند. و اما آستین ها باور کردنی نبودند. آن لباس آستین هایی بلند داشت که قسمت بالایی آنها با روبان قهوه رنگ از دو پف زیبا جدا شده بودند. متیو با خجالت گفت این حدیه کریسمس توست دانی ولی ولی مثل اینکه که زیادی خوشت نیومده اش چشم های آنی را فرا گرفت او پیراهن را روی صندلی آویزان کرد دستهایش را به هم غلاب کرد و گفت خوشم نیومده آه متیو متیو از این بهتر نمیشد واقعا نمیدانم چطور تشکر کنم هایش را ببین انگار دارم خواب میبینم ماریلا وسط حرف او پرید و گفت خب خب وقت صبحانه خوردن است راستش آنی به نظر من تو نیازی به پیراهن نداشتی ولی حالا که متیو این را برایت خریده باید خوب موازه بش باشی این روبان مو را هم خانم لین برایت آورده رنگش قهوه است تا به لباست بیاید حالا بیا بنشین آنی با وجد گفت فکر نمی کنم بتوانم صبحانه بخورم صبحانه خوردن در چنین لحظات هیجان انگیزی کار پیش پا افتاده ای به نظر می آید می دهم به پیراهنم نگاه کنم خوشحالم که این آستین ها هنوز از مد نیفتادند اگر یک بار همچنین لباسی نمی پوشیدم و این مدل از مد می افتاد، مطمئنم هرگز نمی توانستم با خودم کنار بیایم خانم لین هم خیلی لطف کردن که این روبان را رو به من دادن احساس میکنم باید سعی کنم حتما دختر خوبی باشم در چنین مواقعی دلم میخواهد یک دختر نمونه باشم و همیشه به خودم وعده میدهم که در آینده به آرزویم میرسم ولی گاهی اوقات وقتی آرزوی چیزی را داری خیلی سخت است که برآورده شدنش را با آینده ماکول کنی البته تصمیم گرفتم از این به بعد بیشتر تلاش کنم وقتی کار پیش پا افتاده صبحانه خوردن به پایان رسید آنها چشمشان به دایانا افتاد شبهی کوچک با پالتوی قرمز که در حال رد شدن از پل سفید بود آنی دوان دوان بیرون رفت و خودش را به او رساند کریسمس مبارک دایانا. چه کریسمس فوق ای است میخواهم چیز قشنگی را نشانت بدهم متیو یک پیراهن شیک برایم خریده که از آن آستین ها دارد بهتر از این نمیشد دایانا نفس گفت من هم یک چیز برایت آوردم بیا این جعبه را بگید. امه جوزفین یک جعبه بزرگ فرستاده که داخلش خیلی چیزها بود این هم مال توست دلم میخواست دیشب برایت میآوردم اما هوا تاریک شده بود و اصلا جرأت نداشتم توی تاریکی از جنگل جن زده رد شوم آنی در جعبه را برداشت و داخلش را نگاه کرد چشمش به یک کارت افتاد که رویش نوشته شده بود تقدیم به آنی کریسمس مبارک زیر کارت یک جفت دمپایی قشنگ دخترانه قرار داشت که با مهره های کوچک و پاپیون ساتن و سگک های درخشان تزمین شده بود. آنی گفت آه داینا این خیلی عالی است. حتما دارم خواب میبینم. داینا گفت به نظر من خدایی شد چون دیگر مجبور نیستی دمپایی های روبی را رو قرض بگیری تازه آنها برایت بزرگ بودن و خیلی زشت است که یک پری پایش را به زمین بکشد البته از دیدن آن وز خیلی خوشحال میشد آن روز همه دانش آموزان اونلی در تب و تاب بودند چون قرار بود سالن تزئین شود و آخرین تمرین را اجرا کند بعد از ظهر آن روز کنسرت اجرا شد و با موفقیت به پایان رسید سالن کوچک مملو از جمعیت شده بود و همه بچه ها به خوبی از عهده کارهایشان برآمدند. آنی در طول برنامه مثل یک ستاره درخشید و حتی جوسی پای با آنکه حسودیش شده بود نتوانستان قضیه را انکار کند. وقتی همه چیز به پایان رسید و آنی و دایانا زیر آسمان تاریک و پر ستاره به طرف خانه می رفتن آنی آهی کشید و گفت: آه، چه بد از با شکوهی بود. دایانا گفت همه چیز خوب پیش فکر کنم باید حدود ده دلار جنگ کرده باشیم راستی قرار است آقای آلن گزارش این برنامه را برای روزنامه شارلوتان بفرستد دایانا یعنی ممکن است اسم ما را هم چاپ کنن فکرش بدنم را به لرزه میاندازد تکخانی تو خیلی باشکوه بود دایانا وقتی برایت دست میزدن من بیشتر از تو به خودم میبالیدم و در دلم میگفتم این دوست صمیمی من است که چنین افتخاری را کسب کرده از برخانی تو هم همه را به هیجان آورد آن شعری که خشمگین خواندی واقعا آدم را میخکوب کرد آه بد جوری شده بودم دایانا وقتی آقای آلن اسمم را صدا زد نمیدانی چه حالی شده بودم احساس میکردم یک میلیون چشم مرا نگاه می کند و امکان ندارد بتوانم شروع کنم بعد با های پفی قشنگم فکر کردم و جرأت کردم میدانستم که آنها به من نیرو می دهند وقتی شعرم را شروع کردم احساس میکردم صدایم از ته چاه در میآید مثل یک توتی شده بودم خدایی بود که شعرها را حسابی تمرین کرده بودم وگرنه از عهده خواندنشان بر آمدم خوب فریاد زدم دایانا دایانا با اطمینان گفت بله فریادت واقعا دلنشین بود وقتی نشستم خانم اسلون پیر را دیدم که اشکایش را پاک میکرد از اینکه می دیدم توانستم احساساتش را تحریک کنم واقعا به وجد آمده بودم کنسرتش رو کردن چقدر رمانتیک است نه آه چه روز خاطر انگیزی بود دایانا گفت نمایش پسرها هم خوب بود اینطور نیست گیلبرت بلایت واقعا کارشالی بود آنی به نظر من رفتار تو با گیل اصلا درست نیست سب کن تا بگویم وقتی تو بعد از نمایش پری از سکوپاین دویدی یکی از روزهای روی سرت افتاد خودم دیدم که گیلان را برداشت و در جیبش گذاشت تو که اینقدر احساستی هستی باید از این کار خوشت بیاید آنی مغروران پاسخ داد اصلا برایم مهم نیست که او چه کار می کند. دلم نمیخواهد وقتم را با فکر کردن به همچین آدمی تلف کنم. آن شب بعد از برخت خواب رفتن آنی، ماریلا و متیو که برای نخستین بار در 20 سال گذشته به کنسرت رفته بودند، مدت کوتاهی کنار آتش در آشپزخانه نشستند. متیو با افتخار گفت: خب، راستش فکر می کنم آنی از همه بهتر بود. ماریلا گفت بله همینطور است او دختر باهوش است متیو قیافه خوبی هم دارد من با این کنسرت مخالف بودم اما الان معتقدم که هیچ ضرری ندارد امشب واقعا به آنی افتخار کردم البته این را به خودش نمیگویم خب راستش من هم به او افتخار کردم و این را به خودش گفتم باید فکر کنیم ببینیم چه کارهایی باید برایش انجام بدهیم ماریلا به نظر من در آینده رفتن به مدرسه اولدی تنها برایش کافی نخواهد بود ماریلا گفت هنوز برای این حرفها وقت زیاد است او در ماه مارس تازه سیزده ساله می شود. اگرچه امشب من هم احساس کردم دختر بزرگی شده پیراهنی که خانم لیند انتخاب کرده زیادی دراز است و آنی را قد بلند نشان میدهد او خیلی سریع همه چیز را یاد می گیرد و من عقیده دارم بهترین کار این است که بعد از این دوره او را به کوین بفرستیم. البته لازم نیست تا یک یا دو سال آینده چیزی در این مورد بداند. متیو گفت خب راستش به نظر من فکر کردن به آن ضرری ندارد. درباره چنین مسائلی باید از قبل فکر کرد و باید آمادگی داشت. فصل 26 گروه داستان نویسی تشکیل می شود. زندگی در دهکده کوچک اونلی دوباره به شدت یک نواخت شده بود. آنی که شور و چند هفته گذشته زیر زبانش مزه کرده بود، دیگر به سختی می توانست با آن وضع کسل کننده و ساکن کنار بیاید. آیا دوباره می توانست شادمانی روزهای قبل از کنسرت را به دست آورد؟ خودش که اینطور فکر نمی کرد و آن را به دایانا هم گفت. دایانا مطمئنم که آن روزها دیگر تکرار نمی شوند. لحن آنی هنگام گفتن آن حرف طوری بود که گویی به خاطرات پنجاه سال پیش اشاره می کرد. شاید کم کم به این وضع عادت کنم. اما می ترسم خوشگذرانی روز کنسرت باعث شود که دیگر مردم نتوانند از لحظه های عادی زندگیشان لذت ببرند. فکر میکنم ماریلا هم به همین دلیل با اجرای مخالف بود ماریلا زن عاقلی است عاقل و منطقی بودن همیشه بهترین راه است ولی با این حال من دوست ندارم خیلی عاقل باشم چون آدمهای عاقل معمولا زیاد رومانتیک نیستند خانم لین میگفت که عاقل شدن هیچ ضرری برایم ندارد ولی از کجا معلوم البته من حس می کنم کم کم دارم عاقل میشوم شاید هم به خاطر این است که خیلی خستم. دیشب ساعت ها بیدار ماندم. دراز کشیده بودم و خاطرات کنسرت را مرور می کردم. چه روز پاشکوهی بود. یاداوریش برایم لذت بخش است. اوزا در مدرسه اولی کم کم داشت به حالت عادی برمیگشت. البته اثرات کنسرت هنوز کاملا از بین نرفته بود. روبی گلیس و اما وایت که روز کنسرت برای نشستن روی صندلی سکو دعوایشان شده بود دیگر سر کلاس روی یک نیمکت نمیشستند به این ترتیب دوستی سه ساله آنها از هم پاشیده شده بود ژوسی پای و جولیا بل سه ماه بود که با هم حرف نمیزدند چون جوسی پای به بسی رایت گفته بود که وقتی جولیا قبل از خواندن شعرش تعظیم کرده شبیه جوجه ای شده بود که میخواهد به زمین نک بزند و بسی همان حرف را به گوش جولیا رسانده بود همه ای اسلون ها رابطه خودشان را با بل ها قطع کرده بودند چون بل ها معتقد بودند اسلون ها نقش های زیادی را در برنامه به عهده گرفته بودند و اسلون ها هم جواب داده بودند که بل ها از عهده همان چند مسئولیت اندک هم بر نیامدند. و بالاخره چارلی سلون با مودی اسپرجن مکفرسون دعوایش شده بود چون مودی اسپرجن گفته بود که آنشلی از بعد از کنسرت خودش را میگیرد و چارلی نیز جوابش را داده بود در نتیجه خواهر مودی اسپرجن الامی تا آخر زمستان با آنشلی حرف نزد به استثنای آن ماجراهای کوچک اوزا در قلم را به خانم استیسی آرام و عادی پیش میرفت روزهای زمستان آرام آرام سپری می شدند. آن سال زمستان معتدل بود و آنقدر برف کم بارید که آنی و دایانا تقریبا هر روز از راه درختی به مدرسه میرفتند. روز تولد آنی به آرامی از آن مسیر جلو می رفتند و در عین صحبت کاملا به اطرافشان دقت می کردند. چون خانم استیسی گفته بود که باید ظرف چند روز آینده یک انشا با موضوع زمستان و پیاده روی در جنگل بنویسن و آنها باید حواسشان را در مورد چیزهای اطرافشان جمع می کردند. آنی گفت فکرش رو بکن دایانا من امروز سیزده ساله شدم و امروز نخستین روزی است که به دوران نوجوانی پا گذاشتم صبح که بیدار شدم به نظرم آمد همه چیز تغییر کرده تو یک ماه است که سیزده ساله شده ای. بنابراین فکر نمی کنم هیچ چیز آنقدر که برای من تازگی دارد برای تو هم تازگی داشته باشد همین چیز هاست که به زندگی هیجان می دهد. تا دو سال دیگر حسابی بزرگ می شدم. بزرگ شدم خیلی خوب است چون در آن صورت می توانم در حرفایم از کلمه های سخت استفاده کنم بدون آنکه کسی به من بخندد دایانا گفت روبی میگفت که به محض که پانزده ساله شود خواستگار پیدا میکند آنی با بیاعتنایی گفت روبی هم فقط به این چیزها فکر میکند وقتی اسمش سیر توجه کنید روی دیوار نوشته میشود حسابی میکنن. می میکند احساس میکنم دارم بدگویی میکنم خانم آلف میگفت که هرگز نباید بدگویی کرد اما نمیدانم چرا چنین حرفهایی قبل از اون که متوجه شوی از دهانت بیرون میآید مثلا من هیچ وقت نمیتوانم بدون بدگویی کردن درباره باره پای حرف بزنم به خاطر همین اصلا به او اهمیت نمیدهم حتما خودت متوجه شده ای میخواهم تا جایی که ممکن است شبیه خانم آلن بشوم چون او واقعا بی نزیر است آقای آلن هم همین عقیده را دارد خانم لین میگفت که یک کشیش حاضر است زمینی را که همسرش روی آن قدم گذاشته ببوسد به نظر او این درست نیست که مسائل دنیوی یک شیش را انقدر تحت تاثیر قرار بدهد ولی دایانا کشیش ها هم انسانند و ممکن است را لغزش شوند یک شنبه پیش من و خانم الن در مورد لغزش ها با هم صحبت کردیم موضوعات کمی وجود دارد که برای صحبت کردن در کلاس یک شنبه ها مناسبند و این هم یکی از آنهاست لغزشی که من تا چارات می شمم، تخیل بیش از حد و فراموش کردن وظایفم است. خیلی تلاش می کنم این آرت را کنار بگذارم. شاید حالا که سیزده ساله شدم بهتر از احتش بر بیایم. دایانا گفت چهار سال دیگر می توانیم موهای من را بالای سر من کنیم. آلیسپل با اینکه هنوز شانزده سال دارد ولی موهایش را بالای سرش جمع می کند. به نظر من این کار درستی نیست. من تا 17 سالگی حساب می کنم. آنی گفت اگر من بینی کج و آلیس بل را داشتم هرگ... ام... وای نباید حرفم را ادامه بدهم چون دارم بدگویی می کنم. در این حرف قرور مرا نشان می دهد چون بینی او را با بینی خودم مقایسته کردم. احساس میکنم از وقتی آن تعریف را در مورد پینهیم شنیدم زیادی به آن فکر میکنم چون خیلی خوشحالم کرد آه داینا نگاه کن یک خرگوش باید احتمالا در این شای ما دربارهش بنویسیم به نظر من زمستان هم جنگل را به اندازه تابستان زیبا می کند همه جا سفید و ساکت می شود انگار جنگل به خواب رفته و خوابهای قشنگی می بیند داینا آهی کشید و گفت نوشتن یک انشا درباره جنگل برایم زیاد سخت نیست اما از انشایی که باید دوشنبه بنویسم وحشت دارم آقا خان استیسی چطور فکر کرده که ما میتوانیم از خودمان داستان بنویسیم آنی گفت این کار مثل آب خوردن است دایانا جواب داد برای تو راحت است چون قوه تخیلت قوی است ولی اگر ما در زدی قوه تخیل نداشتی آن وقت چه کار میکردی؟ فکر کنم تا حالا داستانت را آماده کرده باشی. آنی سعی کرد حالت چهرهش خیلی راضی به نظر نیاید اما موفق نشد سرش را تکان داد و گفت دوشنبه هفته پیش آن را نوشتم میخواهم اسمش را بگذارم رفیق حسود یا عشق پایدار وقتی برای ماریلا خواندمش گفت که چرند و بیمحتواست اما متیو گفت که خوب است به این میگویند یک نظر خوب یک داستان غمگین و عاشقانه است وقتی آن را می نوشتم مثل بچه ها عشق می ماجرای دو دختر سیباست به نام کردیلیا مونت مورنسی و جرالدیل سیمونز که در دکته کوچکی زندگی می کنند و خیلی با هم سمیمی هند. کاردیلیا دختری سبز رو با موهای سیاهی شب و چشمانی درخشان تیره است. جرالدیل دختری بلوند با موهای طلایی تابدار و چشمان بنفش مخملی است دایانا با تردید گفت من تا حالا چشم بنفش ندیدم من هم همینطور فقط تصور کردم میخواستم کمی غیرعادی باشد جرالدین جبین مرمری هم دارد معنی جبین مرمرین را بالاخره فهمیدم این هم یکی از امتیازهای های سیزده ساله شدن است یعنی نسبت به دوازده سالگی چیزهای خیلی بیشتری یاد میگیری دایانا که دلش میخواست زودتر بفهمد چه اتفاقهایی برای قهرمان های قصه میافتاد پرسید خب چه اتفاقی برای کردیلیا و جرالدین افتاد؟ آنها تا شانزده سالگی کنار هم خوب و خوش بودند تا اینکه یک روز برترم دوبر به دهکنه آنها میآید و عاشق جرالدین می شود. او یک بار وقتی اسب دختر رم می کند و او و کالسکهش را دنبال خودش می کشد جان جرالدین را نجات میدهد. دختر در دستای او قش می کند و مرد جوان پای پیاده او را تا خانه که پنج کیلومتر با آنجا فاصله داشت میبرد. چون کالسکه خرد شده بود. خیلی برایم سخت بود که تصور کنم مرد جوان چطور به جرالدین پیشنهاد ازدواج می چون هیچ تجربه در این مورد نداشتم به خاطر همین نظر روبیکلس رو پرسیدم چون فکر کردم چند خواهر او ازدواج کردن و او باید بالاخره درباره موضوع اطلاعات زیادی داشته باشد روبی گفت وقتی که ملک مندروز به خواهرش سوزان پیشنهاد ازدواج میداده او پشت کمد سالن پنهان شده بوده او گفت که ملکم به سوزان گفت که قرار است پدرش یک مزرعه به نامش کند و بعد پرسیده بود که خب عزیزم حالا نظرت چیست؟ پاییز امسال با هم وصلت کنی؟ و سوزان هم گفته که ام بله ام خیر ام نمیدانم ام باید فکر کنم و بعد فوری با هم نامزد شدند اما این گفتگو خیلی به نظرم رمانتیک نیامد به خاطر همین بالاخره مجبور شدم خودم آن را تصور کنم این قسمت را خیلی شاعرانه نوشتم برادرم جلو می رود و زانو می زند البته رو به می گفت که الان دیگر پسرها از این کارها نمی کند جرالدین بعد از صحبت هایی که یک صفحه طول می کشد موافقت می کند با او ازدواج کند راستش را بخواهی نوشتن این صفحه خیلی برایم مشکل بود پنج بار بازنویسیاش کردم و آنقدر وسواس به خرج دادم که انگار قرار است یک شاهکار ادبی تحویل بدم برترام یک انگشتر الماس و یک گردنبند به جرالدین میدهد و قول میدهد که ماه اصل او را به اروپا ببرد چون او بی اندازه ثروتمند بود اما افسوس که کمی بعد ابرهای سیاه روی زندگی آنها سایه میاندازد کردیلیا پنهانی عاشق بردروم می شود و وقتی خبر نامزدی جرالدین با او را می شنود حسابی از کوره در می رود. مخصوصا وقتی چشمش به انگشتر الماس و گردن بنده یاقود میافتد همه عشق او بر جرالدین به نفرت تبدیل می شود و سوکن یاد می کند که نگذارد این ازدواج صورت بگیرد اما به ظاهر دوستیش با جرالدین را ادامه می دهد یک روز عصر آنها روی یک پل بالای رودخانه خروشان ایستاده بودند کردیلیا که فکر میکند کسی او را نمیبیند جرالدین را از روی پل پرت میکند و قهقهه وحشتناکی سر میدهد اما برادروم آن صحنه را میبیند و فریاد میزند جرالدین عزیزم من نجاتت میدهم و به داخل رودخانه شیرجه میزند اما افسوس او فراموش کرده بود که شنا بلد نیست هر دو در هم غرق می شود کمی بعد آب جنازه آنها را به خشکی می اندازد. مردم آنها را با مراسم باشکوهی تگی قبل به خاک می زبارد. وقتی قصه ای به جای عروسی با مراسم خاک سپاری به پایان می رسد تحصیل گذارتر می شود. و اما کردیلیا از فرد پشیمانی دیوانه می شود و تا آخر عمر در یک آسایشگاه روانی می ماند. به نظر من این مکافات خوبی برای جنایت اوست دایانا آهی کشید و گفت آه! چقدر عاشقانه نمیدانم این چیزها چطور به مغزت میرسد آنی کاش من هم قدرت تخیل تو را داشتم آنی با خوشحالی گفت تو هم قدرت تخیل داری فقط باید آن را تقویت کنی من یک فکری دارم دایانا بیا من تو یک گروه داستان نویسی تشکیل بدهیم و داستان نوشتن رو تمرین کنیم من آنقدر به تو کمک میکنم تا خودت از اهدهش بر بیایی باید تخیلت را پرورش بدهی خانم استیسی اینطور می گوید. فقط باید از راه درست وارد شویم من ماجراهای جنگل جنزده را برایش تعریف کردم و او گفت که ما راه اشتباهی را در این مورد پیش گرفته ایم. و به این ترتیب گروه داستان نویسی تشکیل شد. ابتدا فقط آنی و دایانا عضوان بودند، اما خیلی زود جین اندروز، روبگلیس و یکی دو نفر دیگر که فکر می تخیلشان نیاز به پرورش دارد نیز به گروه پیوستند. پسرها حق عضویت را در آن گروه نداشتند. البته رابی اصرار داشت که حضور آنها هیجان کار را بیشتر می کند. هر یکی از اعضا باید هفته یک داستان می نوشتند. آنی به ماریلا گفت خیلی جالب است هر کسی باید داستانش را با صدای بلند بخواند و بعد ما نظر خودمان را اعلام می کنیم. قرار است این داستان ها نگهداری شوند و به دست نسل بعدی برسند هر کدام از ما برای خودمان یک تخلص انتخاب کرده ایم تخلص من روزا مون است همه دخترها کارشان را خوب انجام می دهند. روبی کمی احساساتی است او داستانهایش را پر از ماجراهای عاشقانه می کند و زیاده روی در این کار قصه را خراب می کند. قصه های جین هرگز از این ماجراها ندارد چون او میگوید که خوشش نمیآید چنین مطلبی را با صدای بلند بخواند داستانهای جین کاملا منطقی پیش میروند و اما داستان های دایانا پر از قتل و جنایت است. او میگوید که بیشتر وقتها نمیداند با شخصیت های قصه چه کار کند. به خاطر همین آنها را میکشد تا از دستشان راحت شود. معمولا من با آنها میگویم تا درباره چه بنویسند البته کار سختی نیست چون در ذهن من میلیون ها ایده های مختلف وجود دارد ماریلا با لحنی کنایه گفت به نظر من این داستان نویسی ها کار مزخرفی است. ذهنتان را پر از چرندیات می کند و وقتی را که باید صرف دست خواندن کنید هدر میدهد. قصه خواندن بد است. اما نوشتن از آن هم بدتر است. آنی توضیح داد. ولی ماریلا ما سعی میکنیم همه ی مطالب پیام اخلاقی داشته باشد همه ی خوب پاداش بگیرند و همه ی بدها مجازات شوند مطمئنم که این کار تاثیر خوبی روی خواننده میگذارد مسئله اخلاقی اهمیت زیادی دارند آقای آلن اینطور میگوید من یکی از داستانهایم را برای او و خانم آلن خواندم هر دو عقیده داشتند که داستانم از نظر اخلاقی قابل تحسین است فقط یکی دو جا که نباید میخندیدند به اشتباه خندیدند من ترجیح دهم شنونده هایم گریه کنند جین روبی همیشه وقتی به قسمت های عاطفی قصه هم میرسن گریه میکنند دایانا جریان گروه ما را در نامه برای امه جوزفین تعریف کرد و امه جوزفین در جواب از ما خواست که چند تا از داستان های را در جواب برایش بفرستیم ما هم چهار تا از بهترین قصه ها را برایش فرستادیم. دوشیزه جوزفین بری در نامه بعدیش نوشت که تا به حال هیچ چیز به این اندازه سرگرمش نکرده بود ما خیلی تعجب کردیم چون قصه ها خیلی غم بودند و تقریبا همه شخصیت هایشان میمردند ولی من خیلی خوشحال شدم که دوشیزه بری از آنها خوشش آمد این نشان میدهد که گروه ما میتواند در دنیا طرفتارهای زیادی پیدا کند و به هدفهای خوبی برسد خانم آلن میگفت که ما باید برای همه کارهای ما چنین انگیزه ای داشته باشیم من هم سعی خودم را میکنم ولی گاهی اوقات که خیلی سرگرم میشوم انگیزه اصلی را فراموش میکنم امیدوارم وقتی بزرگ شدم کبی شبیه خانم آلن شوم به نظر تو چنین چیزی امکان دارد ماریلا ماریلا جواب داد به نظر نمی آید شانس زیادی داشته باشی. مطمئنم که خانم آلن در کودکی هرگز انقدر فراموشکار و سر به هوا نبوده. آنی خیلی جدی گفت. نه ولی همیشه هم مثل حالا همه کارهایش خوب نبوده. خودش به من گفت که وقتی دختر بچه بوده خیلی شیطنت می کرده. پس زیاد تنبیه می شده. وقتی این حرف را از او شنیدم واقعا قوت قلب گرفتم ماریلا. تو فکر میکنی من خیلی بد جنسم که از شنیدن ماجراهای شیطنت های دیگران قوت قلب میگیرم؟ خانم لین که این طور میگوید او میگفت که هر وقت میشنود یک نفر قبلا بازی گوش و سر به هوا بوده حیرت میکند و قافلگیر میشود فرقی هم نمیکند که آن شخص آن موقع چند ساله بوده او میگفت که یک بار موقع اعتراف یک کشیش شنیده زمانی که او یک پسر بچه بوده از آشپزخانه امش دکه کیک دزدیده و از آن به بعد اعتمادش را نسبت به آن کشیش از دست داده ولی من چنین حسی ندارم و فکر می کنم او خیلی شجاعت داشته که چنین اعترافی کرده پسر بچه های شیطان باید از این ماجرا در زبرت بگیرند و موقع بازیگوشی به یاد بیاورند که ممکن است در آینده کشیش شوند این عقیده من است ماریلا ماریلا گفت ولی عقیده من این است که تو الان باید ظرف ها را شسته باشی ولی بیشتر از نیم ساعت است که داری پرحرفی میکنی یعنی بهتر است اول کارهایت را تمام کنی و بعد به صحبتهایت ادامه بدهی